با تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید میخوام سوالاتم رو با یک سری تحولات اخیر شروع بکنم اخیرا وزیر خارجه ایران در یک اندیشکده اروپایی گفت آمریکا باید برای به تبعیت در آمدن از توافق, توافق هستهی سریع حرکت کند زیرا هنگامی که ایام انتخابات ایران آغاز میشه حدود شش ماه هیچ اتفاقی آنچنان نخواهد افتاد در این حال حملات گروه های نیابتی ایران در عراق و یمن رو دیدید شما دیدید که بیشتر شده همزمان اخیرا هم ایران یک به اصطلاح شهر موشکی برملا کرد آیا به نظر شما این نظرات و اقدامات بخشی از کمپینی از سوی جمهوری اسلامی برای فشار به آمریکاست که تحریم ها رو تعلیق کند؟ خب نخست بذار این رو بگم که ما معطل نمیکنیم. یکی از اولین کارهایی که این دولت کرد وقتی پرزیدنت بایدن روی کار اومد روشن کرد که ما آماده این برگردیم و رعایت کنیم برجام رو اگر ایران رو هم آماده باشه و پرزیدنت این رو در زمانی گفت که هزار تا کار دیگه داشت انجام میداد با کووید با بحران ها با چین و سایر مسائل بین المللی و داخلی که اینجا داشت بنابراین این،, این خیلی سریع انجام شد به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای از کنونی برجام ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره با ایران داشته باشیم در مورد که چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده بنابراین ما معطل نمی کنیم آماده این ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور میخواد این رو در موردش مذاکره کنه این کار رو امریکا نمیتونه خودش به صورت یک جانبه گام بردار رو انجام بده ما میخوایم این کارو بکنیم و میخوایم رعایت کنیم اگر ایران هم رعایت کنه و امیدواریم این به زودی اتفاق بیفته اگر ایران فکر میکنه یا شما اینی که میگید اینی که تکتیک هایی که ایران داره استفاده میکنه با هدف تسریع این کاره معلوم نیست چطور میتونه همچین چیزی کمک بکنه فضا رو در آمریکا همچین کارهایی بهتر نمیکنه اگه ببینیم که هم پیمانان ایران دارن در عراق و جای دیگه آمریکایی ها رو هدف قرار میدن آمریکا واکنششون میده نشون داده و خواهد داد به همچین اقداماتی ولی هدف ما اینه که تنش ها رو در منطقه کاهش بدیم و ببینیم که ایران و آمریکا هر دو تاشون دارن تعهداتشون و وظایفشون نسبت به برجام رو رعایت میکنن و امیدواریم که این هر چه زودتر اتفاق بیفته دولت بایدن گفته که میخواد در واقع زمانی که هر دو طرف با توافق از اون طبعیت بکنن چطور میخواید تضمین کنید بعد از اینکه هر دو طرف باز به طبعیت در آمدن یعنی تحریمات تعلیق شده ایران مذاکره خواهد کرد خب من فکر کنم روشنه برای آمریکا ولی نه فقط برای آمریکا بلکه برای هم پیمانان اروپایی و سایرین در سراسر سر جهان خیلی روشنه که برجام یک دستاورد چشم، چشمگیر و عظیم بوده بین ایران و توافق عظیم بوده بین ایران و پنج بلاویگ من اون چیزی که خود وزیر خارجه ظریف گفت رو میگم ایشون گفت امیدواره که برجام یک کف باشه نه یک سخت ما برای این باوریم که خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد در حد به منظور تقویت کردن و طولانی تر کردنش به ویژه برای برطرف کردن در منطقه است به ویژه فعالیت های ایران و همپیمانان ایران در منطقه مثلا فعالیت های موشکیشون موشک بالستیکشون مطمئنم ایران هم نگرانی‌هایی هایی داره که میخواد بگه و برجام نشون داده شکل کنونی شکننده است و ما هدف داریم با توافق های بعدی اون رو تقویت کنیم ایران رو تحت فشار قرار میدیم متقاعدش می‌خوایم کرد که یا تلاش می‌کنیم که یک توافق بهتری رو انجام بده و بگیم به نفع اوناست ولی مطمئنا این تعهد پرزیدنت بایدن هست برای اینکه یک توافق بعدی رو براش تلاش بکنه تا نگرانی های ما و دیگران برطرف بشه و همونطور چون هم گفتم ایران هم نگرانی داره که میخواد مطرح بکنه شما گفتین که یک توافق محکمتر رو با زمان طولانیتر چطور میتونین تضمین کنین که چنین توافقی میتونه تضمین کنه هر دو طرف تا پایان دوره اون توافق به تعهدات خودشون پایبند خواهند بود خب ما میدونیم که خب خیلی سخته که بخوایم دائمی بودن رو در مورد هر چیزی بخوایم قول بدیم این ماهیت سیاسته که یک نفر تصمیم بگیره که وظایفش رو انجام نده خب بله پا پس میکشه و نمیکنه ما امیدواریم این توافق واقعا به نفع هر دو طرف باشه تنافع منافع هر دو طرف باشه و ما میخوایم این یک توافقی باشه که از حمایت بیشتری در, در آمریکا در ایران و در منطقه برخوردار باشه بر این باوریم که یه همچین چیزی چون به نفع همه هست پایدارتره ولی میدونیم که این خیلی دشواره که بخوایم قول بدیم هر توافقی توسط هر طرفی برای همیشه بمونه برای اینکه برای اینکه این ماهیت نفس سیاست است ما بهترین کاری که میتونیم به عنوان دیپلمات بکنیم اینه که مطمئن بشیم این توافق نیرومند منافع هر دو طرف رو در نظر گرفته همه طرف ها رو تا بتونه به همین دلیل دقیقا به نفع این که به نفع همه هست پایدار بمونه میخوام به مسئله حقوق بشر بپردازم دولت بایدن گفته که مسئله حقوق بشر یکی از موضوعات در مذاکرات بعدی خواهد بود اگر ایران به میز مذاکره بیاد چطور میخواین تضمین کنین اگر ایران بیچ قولی بده در این زمینه به اون عمل خواهد کرد برای اینکه تجربه خلاف این رو حداقل ثابت کرده من فکر میکنم پرزیدنت باید این رو روشن کرد وقتی که وقتی که اومد روی کار که حقوق بشر در ایران و به طور کلی در منطقه بسیار مهمه و ما یک رویکرد کرده اصولی تر رو نسبت به حقوق بشر و احترام به حقوق بشر در سراسر سر جهان از جمله در خود آمریکا رایت کردیم و ما سعی کردیم که ایران رو تحت نظر به مشخص بکنیم و تلاش‌های کنشگران دلاور مثل نسل ستوده رو برجسته بکنیم اولین تحریم‌هایی که ایالات متحده بر ایران وضع کرد از زمانی که پرزیدنت بایدن اومده روی کار بر دو نفر بوده که مسئول نقض حقوق بشر علیه بازداشت شدگان و زندانی‌ها بودند در ایران ما داریم تلاش تمرکز یا تاکید بسیار زیادی می‌کنی برای اینکه دو تا ها شهروندان آمریکایی رو که در ایران به ناحق زندان هستن زندانی هستن به خانه برگردیم مثل سیامک نمازی و باقر باقر نمازی پدرش و مراد تاهباز کسانی که به ناحق زندانی شدن سیامک ماه آینده دو و روزیه که زندانی شده یا بازار شده به طور ناحق این واقعا فقط میشه در موردش گفت خلاف و وجدانه که دولت حالا الان دولت ایران از افراد ب... ب... به عنوان از جان افراد به عنوان مهره های شطرنج سیاسی برای چانه زنی و منفعت گیری امتیاز گیری استفاده کنه بر برای ما هر کاری که بتونیم برای تلاش برای احترام به حقوق بشر رعایت حقوق بشر در ایران و جای دیگه و همینطور آزادی آمریکایی هایی که به ناحق زندانی شده و همینطور بازگشت و همینطور تعیین سرنوشت کسانی که ناپدید شدن مثل باب لوینسون انجام میدیم این یک اولویت و ما تلاش میکنیم براش چیزی نیست که قرارداد امضا کنیم به توافق امضا کنیم و کافی باشه ما باید کاری که بکنیم اینه که تلاش کنیم و فشار بیاریم برای اینکه مطمئن بشیم که مردم خود ایران هم میدونن که ایالات متحده در این در این تلاش در این نبرد در کنارشون ایستاده و ما این رو یک نبرد جهانی تلقی کنیم درسته در ایران ما نمیخوایم از اون بهره برداری بکنیم به عنوان ابزار فقط در ایران نیست در همه کشور دیگر هم در کشور دیگر هم هست و ایالات متحده داره همزمان تلاش میکنه که ایمان و اعتقاد خودش رو به تعهداتش نسبت به دموکراسی احترام حقوق بشر اینها در کشور خودش هم اجرا بکنه من میتونم بگم یکی از اولین تصمیماتی که پرزیدنت بایدن گرفت این بود که اون ممنوعیت مسافرتی بر مسلمانان و آفریقایی ها رو برداشت تا بتونه ایالات متحده رو به موضع قوی تری در مورد بحث و تلاش برای حقوق بشر جهانی قرار بده. درسته در همین زمینه در رابطه با ویزای مهاجرت هم اکنون ایرانی ها می تقاضای ویزای مهاجرت بدن اما محدودیت های کووید وجود داره میشه در مورد توضیح بدین بله خب این محدودیت های کووید برای همه هست ما خودمون هم مشکل مسافرت داریم برای ایرانی ها معنیش اینه که باید 14 روز رو خارج از ایران بگذرانند جواب آزمایش کوویدشون منفی باشه این محدودیت ها تا زمانی که کووید باشه متاسفانه وجود خواهد داشت یا حالا محدودیت های مشابهی برقرار خواهد بود اما از این گذشته همون قوانین و مقررات درخواست ویزایی که قبل از ممنوعیت مسافرتی بود همون هست و یک سال نهایی علاقه رقم مشکلات اقتصادی ایرانیان داخل کشور دارن نوروز سال نو رو جشن میگیرن آیا پیامی برای اونا دارین؟ بله پیام ما اینه ما امیدواری برای همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن سال خوب و سلامت و رفاه باشه و در مورد روابط میان آمریکا و آمریکا و ایران امیدواریم که یک تعامل جدید بر اساس منافع مشترک و احترام مشترک باشه و امیدوارم که اون لحظه برسه و مردم آمریکا و ایران بتونن نیرومندتر باشن روابطشون و با این وجود من براتون نوروز پیروز میگم برای همه کسانی که این زمان رو آرز... در واقع جشن میگیرن برای همه آرزوی بهترین رو دارم سپاسگزارم. تشکر از وقتی که به ما دادید. متشکرم.